کمی دقت متوجه میشیم که از سال 57 روز و ماهی نبوده که سردمداران حکومت جمهوری اسلامی به فکر غارت و چپاول و اختلاس از اموال ملت ایران نبوده باشند. البته این جدا از کشتار و قتل عام مردم هست. خب این برای ملایان طبیعیه، چون ایران رو اشغال کردن و هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال اون ندارن. اما آمار اختلاس‌های رسمی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شد برمی‌گرده به غلام حسین کرباسچی که طیف سیاسی مقابل برای کوبوندن رقیب و خودشیرینی و فریب مردم دست به این کار زد. همیشه وقتی اصولگراها اختلاس و دزدی می‌کنن، همه و همه سعی می‌کنن روش سرپوش بذارن، اونم با این ترفند که وجهه نظام خراب نشه. مثلا کی؟ دقیقاً مثل محمد باقر قالیباف در زمانی که شهردار تهران بود و پرونده اختلاس‌های نجومی بر سر تصاحب و فروش املاک خبرساز شد. اما نه تنها اتفاقی نیفتاد و پاش به دادگاه باز نشد، بلکه شد رئیس مجلس در حکومتی که به دزدان و قاتلان کلان کشور پاداش میده. بعد از اون خبر جزایری و خاوری و زنجانی و مرتضوی و همه و همه با ارقام نجومی کاری کرد که برای مردم خسته از این شرایط این گونه اخبار عادی بشه و براشون اهمیت نداشته باشه که بابا دارن اموال شما رو می دزدن. خبر اختلاس از صندوق بازنشستگان فولاد و بعد هم خالی کردن صندوق بازنشستگان آموزش و پرورش که دوتایی اینها نزدیک به 16,000 میلیارد تومان میشه هم باعث اعتراض مردم نشد. خب این شرایط باعث پررو شدن گربه کوره شده و از در باز قابلمه و بیخیالی مردم کاملا داره سوء استفاده میکنه. حدود یک ماهی میشه که خبر مفقود شدن 3 میلیون تن فولاد همه جا منتشر شده، اما کسی اطلاعات دقیقی نداره. به خاطر همین بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسید و تحقیقات تکمیلی که انجام دادیم تصمیم گرفتیم تا عوامل این دزدی رو فاش کنیم تا در آینده نتونن از دست مردم و قانون فرار کنن. تو این رژیم که قطعاً همه پای سفره انقلابشون نشستن، کسی باهاشون کاری نداره، چون همه از خودشون هستن. اگر دوست دارید بدونین چه خبر هست، قبلش کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای منتشر شده ما سریع مطلع بشید و بیایید تا ببینید. اولین مطلب مهم اینه که این فولاد از کجا غیبش زده؟ بله، از فولاد کاوه جنوب کیش. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های بنیاد مستضعفان که تحت کنترل علی خامنه‌ای و پسرش مجتبی هست و از بنگاه‌های مهم دزدی و غارت محسوب میشه. در حوزه صنایع مادر از سال 1386 در بخشی از زمینی مصادره شده به مساحت 170 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در بندرعباس وارد فاز اجرایی شد. نکته جالب اینجاست که سهامداران اصلی شخص حقیقی و عوامل دزدی علی خامنه‌ای، مجتبی، بنیاد مستضعفان و سپاه تروریستی هستند که در بخش‌های آتی به تفصیل به تک تک اونها می‌پردازیم. اما در حین تحقیقات به یک نکته مهم برخورد کردیم. این مجتمع فولاد دارای اسکله اختصاصی هست، یعنی بابت واردات کلیه مواد اولیه و فروش و صادرات تولیدات این مجتمع به هیچ ارگان، سازمان یا اداره گمرک و مالیات و هیچ جاه و هیچ جا گزارشی نمیده و کسی هم حق نداره ازشون مدرکی بخواد. و الا چه لزومی داشته وقتی در فاصله حدود 3 کیلومتری این اسکله خصوصی اسکله‌های بزرگ تجاری و قانونی هست، این دزدان و شیادان برای فرار از هر گونه پرسش و پاسخی به قانونی که ندارن و یا به مردم اقدام به احداث اسکله اختصاصی کنن تا تمام دزدی‌هاشون بی حساب و کتاب و مخفی بمونه. آدرس دقیق این اسکله هم تو گوگل هست و شما میتونید حقایق این اطلاعات رو راستی آزمایی کنید. البته
نه از نوع راستی آزمایی های جمهوری اسلامی، بلکه بر اساس ایران دوستی. یه وقت اشتباه نکنید، فقط نام این مشتمکیش هست، اونم برای فریب مردم، اما در واقع در بندر عباس و نزدیک فولاد هرمزگان هست که از روز نخست زیر نظر بنیاد دزدان و سپاه تروریستی احداث و تا به امروز مدیریت شده. این مجتمع در آمار رسمی خود به دروغ میزان فروش داخلی رو 27% اعلام میکنه، در صورتی که تمام تولیدات این مجتمع بزرگ به خارج صادر میشه و هیئت مدیره فقط موظف به پاسخگویی به بنیاد غارتگران و سپاه تروریستی و ضد مردمی هستند. اسکله خلیج فارس بدون انجام کوچکترین تشریفات اداری و قانونی یکی از مبادی هست که روزانه هزاران میلیارد تومان کالا وارد یا از آن صادر میشه. جالب اینجاست که هیئت مدیره برای واردات و صادرات کالاهای دیگر هیچ توضیحی به خود بنیاد مستکبران و چارپایان تروریست نمیده و ده ها میلیارد تومان پول به جیب خود میزنن و در واقع اینجاست که میگن دزدی که به دزد بزنه خمینی دزده. اما نگاهی بندازیم به مدیران این شرکت که در اختلاس بیش از 7.5 میلیون تن فولاد، بله 7.5 میلیون تن فولاد دست داشتن که فعلا صدای 3 میلیون تن درآمده است و همینطور دزدانی که با قاچاق انواع کالاهای مورد نیاز مردم و یا کالاهای لوکس تا کنون بیش از 780 میلیارد تومان پول به جیب زدن. لازم میدونیم که برای اولین بار اعلام کنیم که رقم فولاد مفقود شده به ازای 7.5 میلیون تن بیش از 90 میلیارد دلار میباشد، که البته این دزدان فقط 3 میلیون تن حساب کردن که تقریبا 42 میلیارد دلار میشه. اما نفر اول در این مجموعه علی دهاقی. علی دهاقین از مدیران فولاد بناب بود که با همدستی اسحاق جهانگیری و سایر شرکای خود تونست فولاد بناب رو از دست صاحبش محمد رضا زنوزی در بیارن و بعد از به زندان افتادن این شخص این مجموعه اعلام ورشکستگی کرد تا مسیر برای یک تازی فولاد کیش مهیا بشه. قدرت این افراد به قدری زیاد بود که زنوزی مطلق که خودش از همدستان این دزدان بود نتونست در مقابل اینها کاری کنه. چرا؟ چون پای دزد بزرگ وسط بود و سایر دالتون ها هم این وسط همراه او بودند، یعنی خاندان خامنه‌ای، سپاه و بنیاد مستکبران. نگاهی بندازیم به شرکت هایی که زنوزی داشت. شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک، مؤسسه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، هواپیمایی آتا، شرکت خدمات زمینی فرودگاهی آرمان تبریز، گروه سرمایه گذاری صنعت هواپیمایی آتا، صنایع مس سهندازران، صنایع فراوری آهن و تیتانیوم آذربایجان، گروه صنعتی توانگران سهند، دانشگاه جامع علمی کاربردی بنیان دیزل، شرکت دوانگستر آذر سهند تبریز، شرکت فنی و مهندسی سترگازران، سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، آتا سنتر، شرکت گروه بازرگانی دور شاهین تبریز، شرکت کولاک شرق، گروه صنعتی دورپاد تبریز، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، مجتمع آهن و فولاد سبلان، شرکت فروآلیاژ شهریار پارسا، فولاد صائب تبریز، مجتمع ذوب آهن شمس تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، مجتمع فولاد صائب تبریز، مجتمع فولاد زنوزی و در پایان بانک سامان. زنوزی یکی از 10 ثروتمندترین تجار ایران بوده که قدرت نفوذش نه تنها از بسیاری از وزرا بلکه از رئیس جمهور هم بیشتر بوده. بنابراین میتونید به این مهم پی ببرید که تیم علی دهاقین و تیم پشت پرده مخفی حمایت کننده آن فقط از سوی علی خامنه‌ای و پسرش مجتبی و سپاه حمایت شده است. بله، علی دهاقین پس از اعلام ورشکستگی فولاد بناب با تیم 5 نفره خودش به فولاد کاوه کیش منتقل شد تا به عنوان مدیر عامل دستمزد خوشرخصی در فولاد بناب رو گرفته باشه.
مدیرعامل اسبق هم محمد رضا بنی اسدی به مدیرعاملی مس کرمان در اومد. علی دهاقین که با تیمش همه ساکن شهرستان تبریز بودند با خانواده نقل مکان می کنند. البته نه به استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس، بلکه به تهران و به خیابان زرافشان و جای اعیان نشین. در اسناد رسمی شرکت فولاد کاوه‌کیش محل دفتر رسمی کارخانه در خیابان کریم خان زند قید شده. این در حالیه که حدوداً پس از 2 سال دهاقین یک ساختمان 6 طبقه فوق لوکس و لاکچری بین فلامک شمالی و زرافشان رو با پول شرکت خریده، اما به نام خود و شرکایش زده تا چند دقیقه بیشتر با منزلش فاصله نداشته باشه. تا کنون اموالی که به نام علی دهاقین و یا بستگانش رسمن ثبت شده عبارت است از 1 واحد آپارتمان دوبلکس به مساحت 300 متر مربع در زرافشان، 1 ویلا با مساحت 2500 متر مربع و مساحت 450 متر مربع ساختمان 5 سال ساخت فوق لوکس دارای استخر، سونا، جکوزی، ساختمان بدنسازی و بیلیارد و مساحت 150 متر مربع که برای نگهداری 2 قلاده ببر در نظر گرفته شده. این ویلای مجلل به نام دخترش در ثبت اسناد به ثبت رسیده است. 1 دستگاه خودروی بنز S100 پانامارای فول با طراحی شیشه و رنگ نانوتکنولوژی ضد خش و ضد ضربه و 1 دستگاه هیوندای شاسی به نام دخترش و تویوتا لندکروز به نام همسرش از اتومبیل‌های متعلق به این خانواده می باشد. غیر از این موارد، 2 واحد آپارتمان در خیابان ولیعصر روبروی پارک سایی و 1 خانه ویلایی در خیابان سئول، 1 خانه ویلایی در باغشمه تبریز و 1 ویلای لوکس در محمودآباد از اموال شناسایی شده علی دهاقین می باشد. متاسفانه دسترسی به حساب‌های خارجی این شخص و یا حساب بانکی داخلی دهاقین و خانواده‌اش میسر نشد. علی دهاقین برای آنکه سایر اعضای تیمش اعتراض نکنند، همه را زرافشان نشین کرد. این اعضا همان تیمی هستند که با او از فولاد بناب به کارخانه فولاد کاوه‌کیش منتقل گردیدند. اسامی این افراد عبارتند از عبدالمجید شریفی، هادی طاهری، علی سنگینیان، حمید رضا الماسی. علی دهاقین با گرفتن 3% از سهام کارخانه فولاد کاوه‌کیش جدا از مدیر عاملی، عضو اصلی هیئت مدیره نیز می باشد. قطعا جای تعجب دارد که کارخانه‌ای که بنیاد مستکبران و سپاه تروریستی را انداخته است چگونه 3% از سهام را به نام یک شخص حقیقی منتقل نموده است. اما نفر دوم فولاد کیش، عبدالمجید شریفی، که در فولاد خوزستان و فولاد ایران سمت مدیرعاملی داشت، اما از کار خودش کناره‌گیری میکنه تا در فولاد کاوه‌کیش به عنوان زیر دست علی دهاقین و نفر دوم این مجموعه برای دزدی و اختلاس نقش آفرینی کنه. با کمی تحقیق متوجه میشید که تمام این افراد از قبل بخشی از نیروهای فعال در بنیاد دزدان و غارتگران، یعنی بنیاد مستضعفان یا سپاه ویرانگر و تروریستی بودند که در هر کجا که به دزدان حرفه‌ای نیاز داشته باشند از این تیم استفاده میشه. اما این افراد مدیران آشکار این مجموعه هستند. ما باید به نفرات پشت پرده این مجموعه میرسیدیم که با بررسی به ماهیت آنان نیز پی بردیم و اینکه هر یک از این افراد نماینده چه شخص یا گروهی هستند. اولین شخص و مهمترین آنها ابراهیم یوسفی پور هست. این شخص موظف به انجام کلیه امور پشت پرده از قبیل هماهنگی خرید مواد اولیه و فروش کالاهای تولید شده است. هماهنگی واریز وجوه فروش به حسابهای از پیش تعیین شده نیز به عهده این شخص می باشد. به عبارتی ابراهیم یوسفی پور نماینده و هماهنگ کننده بین 3 تیم هست. نخست تیم مشتبه خامنه‌ای، دوم تیم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و سوم بنیاد مستضعفان و مستقیم با فتا همکاری می کنند. یعنی 3 مثلث مدیریت پنهان فولاد کاوه‌کیش. بدیهیه که اگر این تیم قدرتمند در پشت این کار نبود، اینها قادر به اختلاسی با این رقم فوق نجومی نبودند. فرمانده قرارگاه خاتم یعنی سعید محمد به همین دلیل همکاری و دست داشتن در این دزدی کلان هم
از طرف سردمداران و فرماندهان سپاه و هم از طرف مجتبی خامنه‌ای برای پست ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، چون ثابت کرده که میتونه مهره خوبی برای دزدی و همدستی در غارت ایران و نابودی کشور و مردم باشه. اما افرادی که در بخش پنهان با ابراهیم یوسفی پور همکاری میکنند عبارتند از علی حبیبی، محمد بهداروند، بهنام نامدار، سعید مدنی، مرتضی مریدی و سعید ستودگان. ابراهیم یوسفی پور در این مجتمع عظیم هیچ گونه سمت رسمی ندارد، اما در تمام نشست‌ها، جلسات خصوصی یا مطبوعاتی و تقریبا در همه جا در کنار علی دهاوین دیده میشه و در واقع نقش کنترلی و یا نظارتی بر اعمال مدیرعامل گماشته شده را نیز دارد. ابراهیم یوسفی پور یکی دیگر از سهامداران این کارخانه است، اما از میزان سهام آن اطلاعی در دست نیست. اما داخل پرانتز و جهت اطلاع، ایشون در جشن تولد 4 سالگی پسرش سهامی به ارزش 2 میلیارد تومان و 1 دستگاه خودروی نیسان مورانو میلیاردی به نام پسرش انتقال میده. از وظایف دیگر یوسفی پور و تیم همراهش، بارگیری سایر کالاهای قاچاق از این اسکله مخفی و فوق امنیتی است که به هیچ سازمان یا نهادی پاسخگو نیست و تریلی ها با پلاک سپاه برای انجام این کار در اختیارش قرار می گیره. در برخی از موارد صف تریلی هایی که در انتظار بارگیری از این اسکله امنیتی هستند خیره کننده است، اما به دلیل فاصله اسکله و موقعیتی که داره، دیدن کشتی های بزرگ و نوع محموله غیر قابل دیدن هست. اما یکی از حساب هایی که فولاد قاچاق شده پس از فروش باید عامل انتقال ارزها باشه، حساب شرکت هولینگ کاوه پارس هست که زیر نظر یکی از سرداران سپاه تروریستی قدس مدیریت میشه. سردار هاشم نظام‌آبادی از فرماندهان ارشد و مخفی سپاه قدس بود که به عنوان مدیر عامل هولینگ کاوه پارس انتخاب و موظف به انتقال درآمدهای ارزی از محل فروش قاچاق فولاد و تولیدات این مجتمع شد. ابراهیم یوسفی پور موظف به انتقال حساب هولینگ کاوه پارس برای جذب بخشی از این فروش و قاچاق کالا هست که با هماهنگی کامل با هاشم نظام‌آبادی صورت میگیره. هیچ یک از 17 حسابی که در قبال قاچاق این کالاها از این اسکله محلی برای سرریز شدن ارز هست در اختیار سازمان حسابرسی کل کشور قرار نداره و هیچ مقامی هم حق به طرح پرسش از این مجموعه رو نداشته و نخواهد داشت. همونطور که میبینید پس از گذشت بیش از 1 ماه از افشاگری سرقت 3 میلیون تن فولاد به عنوان بخش کوچک از دزدی‌های کلان اینها، هیچ مقامی قادر به رسیدگی و پرسجو هم نیست. با توجه به حجم دزدی‌ها از طریق این اسکله و مجتمع فولاد کاوه‌کیش، لازم میدونیم در پایان نام کلیه عوامل اجرایی پشت پرده و روی پرده رو یک بار دیگه تکرار کنیم که همگان بدونن چه کسانی در این دزدی‌ها و غارت‌ها نقش مستقیم داره و جایی برای فرار در آینده نخواهند داشت. مجتبی خامنه‌ای، وحید حقانیان، سید رحیم صفوی، قاسم سلیمانی در زمانی که زنده بود و امروز هاشم نظام‌آبادی کاملا جایگزین نقش او در فولاد شده. سلامی فرمانده کل سپاه ابراهیم رئیسی، سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، اسحاق جهانگیری، سید پرویز فتا مسئول بنیاد مستضعفان، ابراهیم یوسفی پور، هاشم نظام‌آبادی، سعید جهانی، علی حبیبی، محمد بهداروند، بهنام نامدار، سعید مدنی، مرتضی مریدی، سعید ستودگان، علی دهاقین، عبدالمجید شریفی، هادی طاهری، علی سنگینیان و حمیدرضا سلماسی. این اسامی نفرات برتر اختلاس‌های چند صد میلیارد دلاری از طریق این اسکله مخفی و این مجتمع بزرگ فولاد می‌باشند که از جیب مردم ایران به یغما می‌رود. در صورت نیاز باز هم در این خصوص افشاگری خواهیم کرد. پاینده ایران بزرگ تا ابد جاوید شاد.